هر چیزی در این جهان به اندازه که کمش آسیب رسان هست زیاد از حدش هم آسیب رسان هست از جمله چیزهایی که اگر زیاد از حد باشه آسیب بسیار زیادی به شما وارد میکنه مثبت اندیشی هست مثبت اندیشی خیلی ارزش والایی هست خیلی قشنگ است اما از یک حدی به بالا وارد مراحل خطرناکی میشه به عنوان یک آدم مثبتاندیش که سالهای سال نگاه مثبت به جنبه های مختلف زندگی رو تدریس کردم تلاش کردم اشاعه بدم اینکه انسان بتونه یعنی سالها صحبت از این کردم که انسان بتونه از زاویه به مسائل نگاه بکنه که زاویه مثبت نگری هست و حالش با این مسائل خوب باشه الان نوبتش رسیده که به شما بگم مثبت بیش از اندازه آسیب رسان هست در این ویدیو میخوایم صحبت کنیم از پنج آسیب بنیادین مثبت زیاد چه مثبت هستید چه نیستید حتما تا پایان با این ویدیو همراه باشید که بدونید آسیب های بیش از اندازه چی میتونه باشه وقت بخیر دوستان جان همراهان دوست داشتنی امیدوارم حالا همگی خوب باشه من آیدین نامدار هستم اینجا یک پله بالاتر هست من در کانال یک پله بالاتر در حوزه رشد فردی و بهبود سبک زندگی با شما صحبت می کنم اگر به این دسته از موضوعات علاقمند هستید و هنوز این کانال رو سابسکرایب نکردید الان بهترین فرصت هست دکمه سابسکرایب رو بزنید کنارش دکمه زنگوله هم در حالت آل قرار بدید تا وقتی من ویدیو جدید منتشر می کنم یوتیوب شما دوست عزیز من رو هم با خبر بکنه خیلی خیلی ممنونم از جمیع لطفا و محبت هایی که داشتید مخصوصاً در خصوص دوره جستجوی حال خوب که در کانال اکادمی یک بله بالاتر روی تلگرام منتشر میشه همین الان برای ورود به این کانال میتونید در دیسکریپشن این ویدیو روی لینک کانال کلیک کنید وارد بشید و از جلسات اون دوره رایگان لذت ببرید به زودی دوره های دیگری رو هم اونجا با هم استارت خواهیم زد خب عنوان این ویدیو هست پنج آسیب بنیادین مثبت زیاد و رسیدیم به جایی که شما باید پاوز کنید و به این سوال من در کامنت ها جواب بدید یه نکته هم بگم دوستی گفته بود که آقای نامدار روزی یه ساعت رو اختصاص بده به جواب دادن به کامنت ها میدونم باید این کار رو انجام بدم ولی دوستان شاید باورتون نشه روزی 300 400 500 تا کامنت به این چنل میاد و پاسخ دادن براش خیلی برای من سخت هست عذرخواهی میکنم از این بابت ولی علی حساب شما بنویسید برای رشد خودتون بنویسید اینکه آدم مثبتاندیشی هستید یا نه و آیا از نگاه بیش از اندازه مثبت نگرانه به وقایع زندگیتون تا به امروز آسیبی تجربه کردید یا نه که امیدوارم تجربه نکرده باشید خب پنج آسیب بنیادین مثبت اندیشی زیاد شماره یک سرپوش گذاشتن بر مشکلات زندگی یه نکته انحرافی اینجا وجود داره اونم این هست من اینجا از قصد کلمه مشکل رو آوردم ولی میدونید دوستانی که سالیان سال هست با من همراه هستن میدونن که در لغتنامه زیستی من کلمه به نام مشکل وجود نداره هر آنچه هست از جنس مسئله هست و جمله درستمون اینجا این هست سرپوش گذاشتن بر مسائل زندگی ولی از آنجایی که کلمه مشکل کلمه جا افتاده تری متاسفانه برای اغلب شما هست من برای همین از این کلمه استفاده کردم آدمی که اندیشی بیش از اندازه داره نمیخواد مسئله های زندگیش رو ببینه چرا اینش قشنگه چرا آدم مثبتاندیش زیاد نمیخواد مسائل زندگیش رو ببینه برای اینکه شما وقتی مسائل زندگیتون رو میبینید یا باید نسبت به اونها بیتفاوت باشید که میشید یک آدم بیاره، بیمسئولیت علی بیغم که خب نمیخواهید این اتفاق در مورد شما بیفته یا اینکه باید بلند شید یه کاری در مورد مسئلهتون انجام بدید وقتی که مثبت اندیشی اووردوز وقتی مثبت بیش از اندازه در درون شما وجود داشته باشه که امیدوارم وجود نداشته باشه شما وقتی با چالش و مسئله ای در زندگیتون مواجه میشید میگید ولش کن خدا خودش بزرگه خدا حلش میکنه ولی نمیپرسید با کدامین مکانیزم چگونه خدا حلش میکنه و این یک چالش فراگیر در زندگی آدم هایی هست که مثبت بیش از اندازه دارند میخوان بپوشونن میخوان بگن نه من اصلا همچین چالشی ندارم مهم نیست زیاد نیست الان وقتش نیست خدا بزرگ خدا خودش حل میکنه و این چالش چالش بزرگی برای آدم هایی هست که مثبت اووردوز دارن انتظارات غیر واقعی نشستید در خونتون انقدر مثبت دیش هستید که میگید همین الان که در بزنن یک کیسه دلار بذارن اینجا و من شروع کنم به شمردنش اگر این اتفاق داره در روح و روان و ذهن شما میفته خیلی اتفاق بدی هستا دوستان جان من در کانال اکادمی یک پل بالاتر دارم خیلی درست اصولی و علمی ورود پیدا میکنم به مسئله فرکانس قانون جذب پاکسازی درون و هر چیزی که در متافیزیک دارن تدریس میکنن این بار من میخوام یک نگاه دیگری داشته باشم هیچ جای این مسائل نشستن و فکر کردن اصلا مورد تایید ما نیست و زمانی که شما دوچار مثبت دیشی افسار گسیخته هستید یه سری انتظارات غیرواقعی از این جهان دارید اینکه یهو یکی بیاد پول بیاره کار بیاره ماشین به شما بده در کارتون انتظار دارید گشایش های عجیب غریبی اتفاق بیفته مشتری های عجیب غریبی بیان پیشنهاد های عجیب غریبی بهتون بشه اسم اینها غیر واقع بینی هست دوستان جان ما تا یه جایی به معجزه باور داریم ولی دیگه جفت نه که دیگه جفت شیش آخرشه دیگه اهل فن میدونن چه کی رو من اینجا یادآوری کردم ولی دیگه دنبال این نیستیم ما باید واقع بین باشیم و مثبت اندیشیمون رو در حوزه واقعیت معنا بدیم از اونجا به بعد همه قوانین این جهان برای ما کار خواهند کرد مخصوصا قانون جذب مورد سوم فشار برای داشتن حال خوب همیشگی هست خب میدونید من مفصلا در مورد شادمان زیستن حال خوب این که اصلا چگونه خودمون رو در حال خوب نگه داریم من خیلی صحبت کردم. آدمی هم هستم که معتقدم نمودار حد میانگینش باید بالای نرمال باشه یعنی باید ما اغلب اوقات زندگیمون رو در حال خوب سپری بکنیم ولی یه داستانی وجود داره. اینکه نمودار من پایین بیاد. اینکه مود من بیفته. اینکه هر از گاهی حال من بد بشه بسیار بسیار طبیعی هست و اصلاً عنوان دوره رایگانی که روی چنل تلگرام داریم پیگیریش میکنیم جستجوی حال خوب هست یعنی چی؟ یعنی یه چیزی که وجود نداره و من دارم جستجوش میکنم زمانی که شما دوچار مثبت غیرواقع غیر واقع بینانه بیش از اندازه شدید وقتی که حالتون بد میشه خیلی اتفاق عجیب غریبی در زندگیتون هست یعنی شما با خودتون فکر میکنید که الان نباید حال من بد بشه چرا؟ چون من آدم مثبت نگری هستم همه چیز رو مثبت میبینم بله ولی یه سری حقایق بیولوژیک در وجود انسان وجود داره یه سری قدرت درون ریز در وجود انسان وجود داره فرکانس های ذهنی ما روی احساسات ما تاثیر می‌گذارن و زمانی که شما اینقدر مثبت نگر باشید که هی به خودتون فشار بیارید برای داشتن حال خوب بذارید بگم پایانش کجاست پایانش یأس و ناامیدی هست اون موقع شما هم از خودتون ناامید هستید هم از زندگیتون ناامید هستید هم از اون تفکر مثبت اندیشی ناامید هستید مورد چهارم از دست دادن افقها و چشماندازهای درست هست ببینید دوستان یه مکانیزمی در زندگی آدمهای نرمال وجود داره اونم این هست ما میایم یه هدفی میذاریم در واقع در ابتدای چشمندازی برای خودمون تعریف میکنیم بر اساس اون یه هدفی برای خودمون میذاریم بر اساس هدفمون برنامه میریزیم و زمان رو رسد میکنیم که ببینیم آیا در زمان به سمت اون هدف میریم یا نمیریم حالا این وسط افتادن ها وجود داره بلند شدن ها وجود داره زخمی شدن ها وجود داره شاید زمان رو یه ذره از دست بدیم شاید به بخشی از هدف برسیم و الی اما زمانی که شما مثبت بیش از اندازه دارید افقهاتون درست و واقع نگرانه نیست شما وقتی که چشماندازهای ماورایی چند صد میلیون دلاری برای خودتون گذاشتید شما زمانی که میخواید همین هفته بعد جای ایلان ماسک رو بگیرید شما زمانی که هفته بعد میخواید برید چه میدونم 99 درصد سهام اپل رو بخرید ببینید اگر برای شما خنده داره خیلی بهتون تبریک میگم ولی هستن در بین ما دوستانی که همچین فکرهای عجیب غریبی میکنن و مسئولیتش با همه آدم هایی هست که قانون جذب رو غلط معنا کردن در وب فارسی وقتی که شما چنین چشماندازهای های اگزجره ب... چنین چشماندازهای خیلی بزرگ غلطی دارید یعنی اینکه چشمنداز درست ندارید افق درست ندارید و شما در حال از دست دادن عمر و جوانیتون هستید اگر مثبت اندیشه شما به اندازه باشه چشمنداز و افق درست تعریف میکنید نسبت به اون هم هدف گذاری میکنید نسبت به اون برنامه ریزی میکنید و میرید و بهش میرسید و مورد پنجم که بسیار بسیار موضوع مهمی هست وقتی که شما دوچار مثبت اندیشی افسار گسیخته و بیش از اندازه هستید حساسیتتون به هشدارهای زندگی کاهش پیدا میکنه بیایید هشدارهای زندگی رو با هم تعریف بکنیم نشانه های هشدار رو تعریف بکنیم خب شما وقتی که در رابطه عاطفیتون چالشی دارید برخورد طرف مقابلتون با شما عوض شده برخورد شما با طرف مقابلتون عوض شده این یک هشدار هست وقتی که بچه شما یه شب غذا نمیخوره دو شب غذا نمیخوره شب سوم میگه دل درد دارم شب چهارم تا صبح بیداره این یک هشدار هست و یک آدمی که مثبت اندیشی افسار گسیخته داره میگه خدا بزرگه درست میشه یعنی چی درست میشه یعنی اینکه من به علایم هشدار در زندگیم بیتوجه هستم نمیخوام ببینمشون به خاطر همون مسئولیتی که دقایقی پیش صحبت کردم برای اینکه شما درد بچه رو ببینی باید بلندشی ببریش بیمارستان دیگه یه جایی از کار کسب و کارت داره میلنگر رو اگر ببینی باید بلندشی یه فکری براش بکنی چون ناخداگاه نمیخواد این فکر رو بکنه و این کار رو عملی بکنه میگه که خدا بزرگه و علائم هشدار رو نمیبینه دوستان جان مثبت بیش از اندازه شما رو کرخت میکنه انگار این دستتون کرخت شده عصب نداره و یک نفر میاد یک فندکی زیرش میگیره شما احساس نمیکنید پوست میسوزه لایه های زیرین میسوزه گوشت میسوزه میرسه به استخوان و باز شما نمیفهمید چرا چون پالس عصبی از اینجا برقرار نیست در آدمی هم که مثبت بیش از اندازه داره ببخشید در آدمی هم که مثبت بیش از اندازه داره چه اتفاقی میفته سیستم عصبی قطع هست وقتی سیستم عصبی قطع هست دیگه هشدارها رو نمیبینه بریم یک دور محتوای این ویدیو رو با هم مرور بکنیم منتها قبل از آخرین مرور دوباره تکرار بکنم لینک دیسکریپشن رو در یابید و عضو کنل تلگرامی اکادمی یک بالاتر بشید خب ما صحبت کردیم از آسیب های مثبت بیش از اندازه یکی سرپوش گذاشتن بر چالش ها مسائل و مشکلات زندگی هست ذهن نمیخواد اینها رو ببینه میگه خدا بزرگ ان حل میشه اسمش هم میذاره مثبت انتظارات غیر واقع بینانه داره الان در میزنن دلارا رو میارن آره بشین تا بیارن فشار برای داشتن همیشگی حس خوب هست اینکه من بیام سرپوش بگذارم روی افکار و احساسات منفی خودم و اونها رو به کل نفی کنم که چی که من یک آدم مثبت اندیش هستم افقها و چشماندازهای های درست تلف میشن چون همیشه چشماندازهای های غلط جلو روی آدم هایی هست که مثبت بیش از اندازه دارن و حساسیت به نشانه های هشدار در زندگی به حداقل ممکن میرسه چرا چون یک امید واهی اووردوز همیشه وجود داره خب اینجا پایان این ویدیو هست ممنون تا اینجا با من همراه بودید الان وقتش هست که یوتیوب به شما دو تا ویدیو دیگر رو از این چنل پیشنهاد بکنه یکیش رو انتخاب کنید و مسیرتون با من آیدین نامدار رو در کانال یک پل بالاتر ادامه بدید اگر هم هنوز سابسکرایب نکردید حیف دیگه یه دکمه سابسکرایب کنارش دکمه زنگوله هم در حال تعال قرار بدید تا وقتی ویدیو جدید منتشر می‌کنم یوتیوب شما رو هم باخبر بکنه عضو کانال تلگراممون هم بشید تا درود بعدی در پناه حق خدا نگهدار